صلى الله عليك يا مولاي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء. السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا. ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام عليك يا بقية الله، أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. عرض السلام أدب عرض احترام خدمت همه شما حسینیان. امیدوارم هر جا که هستید تحت ظل عنایات مقام بقية الله على حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله عليه اوقات و ايام بكام همه شما بوده باشد. با برنامه تکیه بین الحرمین از برج مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در خدمت همه شیفتگان کربلای سید الشهدا هستیم و امید داریم که حضرتش عنایت بفرماید، مدد کند همه شما را. شب تعویض پرچم حرم آقا سید الشهدا که 7-8 روز بیشتر باقی نمانده است، شب اول محرم کربلا باشید و از نزدیک زائر آقا سید الشهدا روح له الفدا باشید. اگر به هر دلیلی نتوانستید کربلا حاضر شوید، انشاءالله از همین پنجره نورانی یعنی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در خدمت شما هستیم با مراسم تعویض پرچم مطهر گنبد نورانی آقا سید الشهدا روح له الفدا. میدانید که از جلسه گذشته وارد مبحث محوری برنامه تکیه بین الحرمین شدیم، یعنی بررسی مقتل آقا سید الشهدا صلوات الله علیه، آقا ابی عبدالله روحی له الفدا. خب ایام هم اقتضا میکند که محیای محرم شویم. دیگر میبینید که مواکب مشغول هستند که تمهیداتی که باید بدانند برای استقبال از عزاداران و زوار آقا سید الشهدا را آنچه بهتر است عمل کنند و مرضی رضای مقام بقیت اللهی عجل الله تعالی فرجه شریف و صدیقه طاهره صلوات الله علیها باشد. شما هم در هر سمتی که هستید، بارها این را عرض کردم و تمنا کردم از همه شما عزیزان، سعی کنید در دستگاه پربرکت آقا سید الشهدا روح له الفدا سمتی برای خود دست و پا کنید. هر کسی هر جایی که هست سمتی در دستگاه با عظمت آقا ابی عبدالله روح له الفدا داشته باشد برای خودش. این دیهیم، این تاج افتخار خدمت با آقا ابی عبدالله را برای خود خریداری کنید در عالم دنیا. بگذارید بدانند هر کسی که شما را میشناسد فلانی فلان خادم است. در هر مقوله ای الحمدلله این وسعت دستگاه آقا سید الشهدا روح له الفدا اقتضا میکند که هر کسی در هر رشته ای که هست، در هر منصبی که هست، جای خود را پیدا کند در این دم و دستگاه. برای همگان در این سفینه نجات جا هست.
چرا تأکید میکنم، چرا عرض میکنم که برای خود جایگاهی داشته باشید، سمتی داشته باشید، مهری را، امضایی را برای خود خریداری کنید، چون که حسب روایات بسیار بسیار قویی که ما در متون نورانیه تشیع داریم، خاصه کامل و زیارات که هیچ یک از بزرگان نیست مگر آن که تأیید کرده است این کتاب پرنور را، آنجا روایتی است محیر العقول و آن این که حساب دستگاه سید الشهدا روح الفدا، حساب آنچه که با آقا ابی عبدالله صلوات الله علیه ربط دارد، نسبت دارد، قبل از حساب محشر بررسی می شود. خیلی عجیب است. یعنی خداوند علی اعلا به مقوله محاوره عرض کنم، اولین دفتری که باز می کند دفتر کربلا یا آقا ابی عبدالله روحی له الفداست، آن هم در آن روزی که 50,000 سال است، روز قیامت، حسب آیه نورانیه کلام الله مجید، فی یوم کان مقدار و 50,000 سنه، در آن روز 50,000 ساله، در همان ابتدا قبل از شروع روز قیامت، محاسبه سید الشهدا صلوات الله علیه کربلا یا آقا ابی عبدالله و آنچه که به سید الشهدا تعلق دارد تمام شده. اگر میبینید در بعضی از روایات دیگر میگوید زوار آقا ابی عبدالله گریه کنهای سید الشهدا تحت سایه عرش الهی نشستن نزد آقا ابی عبدالله روحی له الفدا فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، آنجا نشستن خدمت حضرت سید الشهدا و ناس فی الحساب، همین حقیقت را بیان میکنند، مردم در حساب و کتابند و زوار آقا ابی عبدالله رسیده اند به آنچه که مقصودشان بوده است، به حقیقتی که برای آنها لذتی فراتر از نعم بهشتی دارد، محضر اربابشان ابی عبدالله. و خداوند توفیق همه ما بگرداند این لحظات بسیار بسیار خوب را. قرار زمین است که سمتی برای خود در دستگاه سید الشهدا پیدا کنید، زلفی گره بزنید به این دستگاه. هر کس به اندازه‌ای که وسعت دارد، چه وسعت مادی چه وسعت معنوی، بعضی از زبانشان میتوانند استفاده کنند، بعضی از قلمشان، بعضی دیگران را میتوانند تشویق و ترغیب کنند به زیارت و خدمت در دستگاه سید الشهدا، بعضی میتوانند عزادار باشند، بعضی میتوانند سردر خانه های خودشان اعلام عزا کنند. هر کسی در هر جایی که باشد، تأکید میکنم در این وسعت سفینه سید الشهدا جایی برایش هست. آغوش سید الشهدا دستگاه ابی عبدالله به وسعت کائنات باز است، به وسعت کائنات. تا اینجای مطلب متکی به روایات، متکی به قوائم و براهین قاطعه، مطالبی که عرض کردم مسلم است. لحن عاطفی و دلی بود. لحن علمی تر عرض کنم برای اهل دقت که پیشتر نیز اشاره کردم، و آن این که اگر نچنین بود، تمنای دقت ویژه دارم، اگر نه چنین بود که سید الشهدا برای همگان در دستگاهش جای دارد، نمی فرمود هل من ناصر ینصرنی. این هل من ناصر ینصرنی آقا ابی عبدالله روحی الفدا که سیتش همه عالم را پر کرده است تا قیام حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی هر کسی در هر زمانی میتواند لبیک بگوید به اقتضای خودش، هر کس به اقتضایش، به شخصیتش، به منشش میتواند لبیک بگوید هل من معینی آقا ابی عبدالله روحی له الفدا را. پرچم قرمز گنبد مطهر حضرتش هل من ناصر را فریاد عالمیان میزند، ببینید و لبیک بگویید هر کس هر گونه ای که میتواند. حیف است که این سفینه به مقصد برسد و ما جا بمانیم از آن. خب با اینکه مبحث ما مبحث مقتل آقا ابی عبدالله هست، صرف نظر نمی کنیم از مناسبات، مناسباتی که امروز واقع شده است. اولا عرض کنم حسب ادب و رعایت و مروت، روز ارتحال فقیهی است، محدث بسیار بسیار جلیل القدر، مرحوم شیخ عباس قمی، صاحب کتاب شریف مفاتیح الجنان و تألیفات بسیار بسیار گسترده که اهل علم می شناسند.
تألیفات بسیار گران سنگ، گران قدری که نزدیک به کرامت است نقل تألیفات مرحوم شیخ عباس قمی با این بازه زمانی، این همه تألیف محل تحیر اهل قلم شده است. حتی این بزرگواری که برنامه تکیه بین الحرمین بر سر سفره مقتل نفس المحموم او نشسته است، کتابی که ما خدمت آن هستیم، نفس المحموم شیخ عباس قمی محدث ثانی است اعلی الله درجاته، بزرگواری که همه شما از او استفاده کردید، بالاخره در عمر هر کسی یک مرتبه مفاتیح الجنان را دیده است، دعای از آن خوانده است، زیارت، بعضی هم که انیس کتاب مفاتیح الجنان هستند، یعنی دائما استفاده میکنند. و عرض به خدمت شما، ادعیه ما لسان عبد است با ربش. هر عبدی که میخواهد با پروردگارش سخن بگوید از ادعیه معصور استفاده میکند و حفظ و رسیدن این ادعیه به قلم بزرگانی است مثل شیخ عباس قمی علی الله درجاته. پس حق گردن همه ما دارد این بزرگوار، و تمنا دارم از همه شما هر جا که هستید این بزرگوار را مهمان فاتحی کنید انشاءالله. مطلب دوم، اتفاق امروز 23 ذیحجه روز شهادت دو طفلان مسلم است، سلام الله علیهما و سلام الله علی ابیهما. سلام خدا بر سفیر سید الشهدا مسلم ابن عقیل صلوات الله علیه. راجع به حضرت مسلم سلام الله علیه مفصل صحبت کرده ایم، باز هم صحبت خواهیم کرد، هرچه بگوییم باز جا دارد گفتن فضائل خوبان و صالحان. از معدود کسانی است، ببینید تا خدمت شما عرض میکنم در زیارت عبد صالح، همه اذهان نورانی شما به سمت قمر العشیر، قمر الولایه، آقا ابوالفضل عباس صلوات الله علیه میرود، ولی خوب است بدانید که در زیارت حضرت مسلم ابن عقیل نیز سلام به حضرتش میدهی به صفت عبد صالح. ولادت حضرت مسلم با اینکه در تاریخ بسیار گم است، آنچه که نقل است و کم نقل شده است و به ما رسیده است و درست باید باشد با قرائن این است که ولد فی سنتن ولد فیه العباس سلام الله علیه، در همان سالی که حضرت ام البنین صلوات الله علیه صاحب اولین فرزند پسرشان یعنی قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس صلوات الله علیه شدند، حضرت مسلم ابن عقیل نیز به دنیا آمده، یعنی حضرت عقیل صاحب فرزند شدند. مسلم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در وصفش فرموده است به دو حب او را دوست می‌دارد، که گذشته است این بحث‌ها و عرض کرده ایم که این هم از حقایق است. مسلم ابن عقیلی که فرمود چشمی که برای او گریه کند چشم مؤمن است، یعنی یکی از اختبارها، امتحانها، آزمایش، محاسبه های نفسی که ما می توانیم داشته باشیم این است که ببینیم در مصائب حضرت مسلم ابن عقیل صلوات الله علیه گریان می شویم یا نه. اگر گریان شد چشمی بداند مؤمن است، روایت از رسول حق صلی الله علیه و آله است. اولاد مسلم ابن عقیل، میان برنامه را ببینیم و راجع به این دو بزرگوار مطالبی عرض کنیم. دادشون گر به تن به جون جمعن، حضور مدس اون دست و دوست اون جمعن، و این یکات بخانید و در فراز کنید، یا امیر المؤمنین علی اون شاهد امر و چهر فرمود، مع الحق علیون علیون مع الحق، همه کائنات از برای جدایی به درگاه او حلقه کوبند دفتن. یا در جای دیگر میگد علی اون شاه مرحب کش، که در از قلعه خیبر ززا برچند، با قدرت به بازوی ید اللهی، علی شاهی چه امر عبده بون هرگز نمی بودش، از اون دست ید اللهی به روز زنگ آگاهی یا
دیگر میگد چون که خدا خلقت زهرا نمود باب سعادت به رخ ما گشود جش فروغ رخ اون منظری تا که شود همسر مولا علی یا الله صلی الله محمد و آل محمد از سخت نیم آب سادات ساده بوم تراب ساداتن کرد احمد سفارش اطرت اطرتش در کتاب ساداتن چون چه گرب زای اونس گلاب گل محمد گلاب ساداتن صلوات الله علیک مولا یا ابا عبدالله. خداوند نسل سادات را زیاد بگرداند به کوری چشم دشمنانشان. قابی که مشاهده کردید هر دو بزرگوار از کسانی بودند که حقیر به کرات و مرات خدمت ایشان رسیده بودند. مرحوم حاج عباس خبوشانی با آن نفس قدسی حقیقتاً که از آن که با ایشان آشنا بودند میدانند که وقتی در خدمت سید الشهدا مرثیه میخوان با آن خلوصی که داشت هیمنه ای به پا میکرد و مرحوم جعفریان رحمت الله علیه حجت الاسلام و المسلمین جعفریان که از اکابر روزگار بود حقیقتا این بزرگوار هر دو را سید الشهدا روح الهی فدا غریق نعمت بگرداند در این روزهای آخر ماه ذی‌الحجه. خب اولاد مسلم صلوات الله علیه ما دو فرزند مشهور حضرت مسلم ابن عقیل که در بین حتی فارسی زبانها به طفلان مسلم ابن عقیل معروفند. کسانی که زیارت آقا سید الشهدا روح الفدا آمدند و آن کسی که روحانی کاروان یا مداح کاروان مدیر کاروان ایشان بوده است و آشنای با آداب کربلا و زیارت سید الشهدا بوده است منطقه را بیشتر می شناخته است به زیارت این بزرگواران می برد کاروان. سابق بیشتر الان کمتر. مسیب حدود 10-15 کیلومتری کربلا آنجا که نهر فرات را یعنی همان شریعه فرات را ملاحظه می کنند زوار آنجا حرمیست حرمی بسیار باصفا که حرم اولاد مسلم ابن عقیل صلوات الله علیه ماست محمد و ابراهیم. در زیارت حضرت مسلم نیز اشاره به کنیه حضرت مسلم می شود به نام فرزندش. مظلومیت این دو آقازاده این طفلان مسلم سلام الله علیهم که از مجربین از توسل به این دو بزرگوار مقضی حاجات است انشاءالله غفلت نکنید. احوالات عجیب و حقیقتا محرق القلوب جگر می سوزاند اتفاقاتی که برای این دو آقازاده افتاده است. در این که این دو آقازاده چگونه رسیدن به کوفه اختلاف بین مورخین است یا این که همراه حضرت مسلم ابن عقیل صلوات الله علیه آمده اند که قرائن نشان می دهد این خبر ضعیف است چرا که حضرت مسلم برگشتی به مدینه داشتند و آن اتفاقاتی که قبلتر بررسی کردیم و مطلب بسیار مهمی که سید الشهدا روح الفدا به سفیرش ثقه خودش یعنی مورد اعتمادش وقتی عرض میکنم مورد اعتماد یعنی اگر کسی دست بیعت با مسلم ابن عقیل بدهد که انه با سید الشهدا بیعت کرده است. این حرف حرفی نیست که ساده از آن بگذریم. درست است در این وانفسای آخر زمان مسئله بیعت را هم فرق زاله و هم بعضی دیگر لوس کردن ولی بیعت با کسی که نائب امام است سفیر امام است فرستاده امام است حقیقتی است آقا حقیقتی است دستش دست امام زمانش باشد. خب مسلم ابن عقیل صلوات الله علیه پس این نقلی که همراه مسلم آمده اند با قرائنی که در تاریخ وجود دارد که دچار مشکلاتی بین راه شدن و ندیده این کسی نوشته باشد و ثبت کرده باشد که خانواده همراه او بوده باشند نقل بعدی که عیال حضرت مسلم بعدتر به او ملحق شده باشند در کوفه تقویت پیدا میکنند. این که
اولاد حضرت مسلم ابن عقیل صلوات الله علیه در کوفه باشن قبل از شهادتش، یعنی قبل از روز عرفه، و در شب عرفه حضرت مسلم ابن عقیل این دعا غازاده را به خانه شریح قاضی برده باشد، لعنت الله علیه، سپرده باشد به شریح قاضی. شریح قاضی به ظاهر معتمد مردم کوفه بود و خانه امنی به نظر می آمد و شریح قاضی بلا فاصله این دعا غازاده را تسلیم عبید زیاد کرد، تحویل حکومت داد این لعین، این یهودی زاده شریح قاضی. این هم نقلی است که نقل شده است. مرحوم شیخ صدوق اعلی الله درجاته نقل دیگری آورده است که اولاد حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیهما همراه اردوی سید الشهدا موکب حسینی صلوات الله علیهم اجمعین وارد کربلا شدند و عصر عاشورا با آن فرمانی که حضرت سجاد زین العباد صلوات الله علیه فرمود که عمتی علیکن بالفرار، به بچه ها بگویید که فرار در بیابان کنن بعد از آتش زدن خیمه ها، این آقازاده ها از فرار فرار رفتند، شب ها ماندند تا به کوفه رسیدند و در کوفه اسیر شدند. اینها را عبید زیاد لعنت الله علیه در زندان دو آقازاده خردسال را در زندان نگهداری کرد تا اسرای کربلا حضرت عقیله بنی هاشم صلوات الله علیه زین العباد و دیگران ملحق به اینها شدند در زندانهای کوفه. وقتی که فرمان یزید آمد که اسرا را برسان به شام و سمت شام خراب روانه کن، این دو آقازاده را عبید زیاد نگه دار به خاطر حقد و دشمنی که با مسلم ابن عقیل داشت، عبید زیاد این دو آقازاده را نگه داشت در زندان و قریب به یک سال این دو آقازاده در زندان کوفه بودند. پیرمردی مشکور نام مسئول زندان این دو آقازاده بود و نمی شناخت این دو آقازاده را. وقتی ایشان معرفی کردند اظهار خدمت کرد، یعنی از جانش مایه گذاشت، درب زندان را باز گذاشت، این دو آقازاده رفتند و مشکور بعد از آن سوال و جواب عبید الله را به جان خرید، ولی عاقبت خودش را نورانی کرد، بر تارک تاریخ نامش نشست مشکور پیرمرد زندانبان، و امیدوارم که الگو باشد برای همگان. تا آنجا که حارث ابن زیاد نخعی لعنت الله علیه این دو آقازاده را دستگیر کرد، که اینجا وارد مصائب دیگر و شهادت این دو آقازاده میشه. به قدری گران بود شهادت این دو آقازاده و به قدری ناجوان مردانه و غدارانه بود که عبید زیاد لعنت الله علیه پس از شنیدن ماجرا دستور داد که خود حارث را بردن در همان مکان و عقوبت کردند. یعنی عبید الله گفت کاش اینها رو زنده آورده بودی، چرا این گونه؟ و شهادت این دو آقازاده که امیدوارم مهمان اشکهای شما شود، مصیبت و شنیدن این مصیبت و قضای حاجت همه شما که میدانم اهم حوائج شما فرج بقیت اللهی عجل الله تعالی فرج الشریف است انشاءالله. وقت ما را در رو بود به حق این دو آقازاده، امیدوارم سید الشهدا ما را اهل حریمش بداند و امسال محرم ما با محرم سال قبل فرق کند به صورت تعالی انشاءالله. هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضا آقا ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلوات خط کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي أسيلة، حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور نوايب كربلا صرخت يتيمه.